هفدهمین روز دی ماه برابر با 9 ژانویه سال 703 خورشیدی برابر با 1324 میلادی، در گذشت مارکوپولو سیاح و جهانگرد ایتالیایی که در ونیز به دنیا آمد و از نوجوانی شوق دیدار جهان را داشت و همین شور و شوق باعث شد که سفر تاریخی خود را شروع کند. مارکوپولو در آن زمان 17 ساله بود که به همراه پدر و عمویش سفرش را به آسیا آغاز کرد. این جهانگرد ونیزی در سفر 24 ساله خود از تعدادی از کشورهای آسیا و به ویژه چین دیدن کرد. او در چین مورد عنایت و توجه قبیلای خان مغول قرار گرفت و از جانب خان مغول برای برخی از امور مأموریت یافت. وی در جریان یک جنگ دریایی به اسارت درآمد و زندانی شد، اما در زندان فرصت یافت تا مشاهدات خود را در کتابی تحت عنوان عجایب به رشته تحریر درآورد و همین اثر موجب شهرت جهانی او شد. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، زادروز سیمون دوبوار، زن تئوری پرداز و نویسنده برجسته فمینیسم در فرانسه. وی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی سالیانی را به تدریس گذراند و سپس تدریس را رها کرد. از آن پس زندگانی دوبوار با یکی از پرسر و صدا ترین جریان‌های اجتماعی فرانسه درآمیخت که بخشی از آن با پیدایش مکتب اگزیستانسیالیسم یا انسانگرایی پیوند می‌خورد. در این زمان آشنایی دوبوار با ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، تأثیر زیادی بر او نهاد. دوبوار طی سالهای بعد سفرهایی به چین، شوروی و برخی کشورهای آمریکای لاتین نمود و پس از ارائه گزارش اجتماعی خود به جامعه اروپا معرفی شد و در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی متعددی شرکت کرد. اما فعالیت مهم او در زمینه پیروان مکتب اگزیستانسیالیسم بود. سال 1301 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، زادروز احمد سکوتوره، رهبر نامدار کشور آفریقایی گینه که در جوانی کارمند اداره پست و تلگراف و تلفن بود و در تشکیل اتحادیه کارکنان اداره پست و تلگراف و تلفن مشارکت کرد و سپس دبیر کل این اتحادیه شد. چندی بعد سکوتوره به ریاست حزب دموکرات گینه انتخاب گردید. او دولت استعماری فرانسه را ناگزیر کرد تا در مقابل اجرای قانون کار در گینه تسلیم شود و سپس به عنوان نماینده مجمع ملی و به عنوان نایب رئیس شورای دولتی گینه انتخاب شد. گینه نخستین مستعمره فرانسه بود که به طور مسالمت‌آمیز مستقل شد و احمد سکوتوره به مقام ریاست جمهوری آن کشور انتخاب گردید. او با کشورهای سوسیالیستی روابط نزدیکی برقرار کرد و یک حکومت مارکسیستی با حزب واحد را تشکیل داد.